شنوندگان و گرامی تلویزیون آریانا سلام، امیدوار هستم که صحت سلامت باشین. باز من نظیر عظیم کریمی با تیم خبری شبکه جهانی آریانا از واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا در خدمت شما عزیزا قرار دارم و شما میفهمین که افغانستان در یک حالت بسیار اساس و سرنوشت ساز بر مردم افغانستان و بر شما عزیزا قرار داره. جلسات سه‌گانه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا از یک طرف، آمدن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از دیگر طرف، ختم نام کاندیدان که روز آخرش بود و از طرف دیگه تردد و وسواس و به اصطلاح یک حالت احساساتی پیش هر کدام شما که به کاندیدای مورد نظرتان رأی داده بودین که چه تعداد از اونا رسما ثبت نام کرد چه تعداد نکرد. بر صورت در آشی اجلاس سیگانه افغانستان، امریکا و پاکستان جناب دکتر زلمه خلیلزاد خوشبختانه پیدا کردیم. شما عزیزا میفهمین که جناب دکتر خلیلزاد دیپلمات ارشد در سطح ملی بین المللی، دیپلمات شناخته شده، هم یکی از کاندیدای احتمالی از قول خودشان البته نی، به گمان اغلب همه تر تصور میشد که جناب خلیلزاد هم یکی از کاندیدا باشد، ولی تا جایی که ما لستار دیدیم با آخرین روز ثبت نام کاندیداره، اسم جناب دکتر خلیلزاد به چشم نخورد و سوالات گوناگون نزد شما هموطنان ایجاد شد. خب ما خوشحال هستیم که جناب خلیلزاد در این جلسه در واشنگتن دی سی پیدا کردیم. ازشان خواهش کردیم که با شما دوستا به اصطلاح دلیل عدم کاندید شدنشان به صورت مشخص بگوین که چی دلایلی وجود داشت و پلانهای بعدیشان برای افغانستان چی است. ما از کسایی که برای تشویق ما که خود کاندید کنم کار کردن، زحمت کشیدن، مجلس ها ترتیب دادن، تلفن ها کردن، یک جهان تشکر میکنم از صمیم قلب ازشان پاسگزار هستم. نظر به دلایل مختلف بالاخره به این نتیجه رسیدم که به نفع افغانستان نیست که در انتخابات امسال خود کاندید و ریاست جمهوری افغانستان بکنم. فکر کردم که ممکن این کاندیدی سبب زیاد مشکلات در داخل افغانستان شوه و ما به مقام مقدر علاقه نداشتیم در افغانستان. ما تنها به خواستیم همیشه در هر جایی که بودیم که ممد افغانستان و مردمش باشم و ای که برای امسال فیصله کردیم که خود کاندید نکنم معنای از این نیست که علاقه به کوشش، زحمت، فعالیت برای موفقیت افغانستان ندارم. مردم افغانستان همیشه میتونن بالای ما حساب کنن در خدمت به افغانستان. چند چیزی را در زیر نظر دارم که برای آینده، یکی از اونایی است که نظر به مو فیصله نامه که در دبی شد که در یک وقت صورت گرفت که بحث ها درباره افغانستان در دنیا صورت می گرفت و صدای افغانستان کمی خاموش بود. جلسه آخر دبی نزد دبی در اون وقت برای ازی که دنیا می گفت بحث ها شروع شد که افغان ها نمی خواهند یا نمی تانند یک کشور موفق و مدرن بسازند، که یک تعداد از افغان ها یک جای شدن گفتن نه تنها ما می خواهیم یک کشور مدرن و مترقی و مسئول بسازیم، بلکه هست اشخاصی که می توانند این کار بکنن، این مسئولیت به دوش بگیرن و حالا می خواهیم که از تیمی که در دبی بود روش فکر کنیم که چطور یک جنبش برای موفقیت دوامدار افغانستان ساخته شود. این موفقیت با مشکلاتی که افغانستان داره وقت میگیره و جذب و فعال شدن انرژی مردم افغانستان و خصوص جوانای افغانستان برای از این کار بسیار حیاتی. بله واقعا جلسه مؤثر بود دکتر صاحب، مورد حمایت و پشتیبانی علاقات سیاسی و غیر سیاسی نه تنها در داخل افغانستان بلکه در خارج از کشور شد. بله. سوال اصلی ما ماند که دلیل منصرف شدن مردم. بله. کاملا امیدوار بود که در نهایت شما خود کاندید میکنید. بله. مشخص دلیلش کاندید شدنشتان در لحظات آخر چی بود؟ تصمیم از اول نداشتین یا تصمیم بود ممانعت های ایجاد شد؟
نظر به دلایلی که تعدادشان زیاد است، به خصوص نگرانی ما که پیشتر هم گفتم ای کاندیدی و عکس العمل بعض عناصر در مقابل از او سبب هرج و مرج در داخل افغانستان خواهد شد. فکر کردم که در این وقت برای امسال یک قدم ممد مردم افغانستان ممکن نباشه و پیشتر هم عرض کردم که علاقه ما به افغانستان کلام چوکی نبوده، علاقه ما به افغانستان کمک و ممد حل مشکلات افغانستان بوده. بله، هموطنان ما که جلسه آخر که ابتکار کردیم در دبی و شناختی که قبلا مردم از شما داره در مورد تجاربتان از افغانستان، اونا امیدوار به این بودن که در انتخابات ریاست جمهوری هم پیروز میشن و وطن برمیگردین و بعضی از اونا حالا اینطور تصور میکنن که گویا دکتر صاحب خلیلزاد مایل نیستن یا خوش نیستن که به وطن برگردن. یعنی در این صورت اینطور توجیه میشه که از جلسه دبی مرد یا وجود دیگه نداره؟ جلسه دبی یک قدم اول بود و برای موفقیت افغانستان ضرورت یک جنبشی است که روی اهداف و فیصله هایی که در دبی شد برای عملی کردن از او تشکیل و ترتیب داده شود و فعالیت صورت بگیره و مردم افغانستان و خصوص نسل جوان افغان از انرژیشان، از استعدادشان، از علاقهشان برای آینده افغانستان استفاده شود. افغانستان هم مشکلات زیاد است، پیشرفت و موفقیت وقت میخواید و انرژی و کار و فعالیت مردم افغانستان ضرورت داره و یکی از کارهایی که مد نظر دارم برای آینده در افغانستان تشویق و همکاری برای به وجود آوردن و تقویت همطور یک حرکت و جنبش خواهد. من میایم کابل افغانستان، اینطور هیچ فکری باید نباشه که خدا نخواسته من سببی که خود کاندید نکردم این بوده که نمیخوایم به افغانستان بریم. بسیار تشکر از مردم افغانستان. اینطور تلقی میکنه که جناب خلیلزاد و رقبایتان، رقبای مثلا کسایی که خود کاندید کردن در ردیف شما، اونا در راست افتادن و دریافتن که جناب شما در میان مردم از محبوبیت خاص برخوردار هستین و همین دلیل باعث شد که اونا ممانعت هایی برای شما ایجاد کردن و چنانچه خود شما اشاره کردین که ارج و مرج ایجاد نشه. در این قسمت میشه کم توضیح بدین که خود شما همچه تصورات را دارین که رقیبای انتخاباتی شما خب رقابت سیاسی یک ضرورت جامعه که به طرف دموکراسی پیش میره هست. باید آدم از رقابت سیاسی ترس و نگرانی نداشته باشه، اما رقابت سیاسی در چارچوب قانون و احترام متقابل و اساس فرقهای تحلیل مشکلات، فرقهای راههای حل مشکلات، فرقها درباره اینکه کی میتونه راستی طرز حلی را که پیش میکنه او را عملی کرده بتانه و او اساس باشه. اما در شرایط فعلی که در افغانستان است هنوز ما به اوج نرسیدیم و از همه چیز در رقابت‌های سیاسی که در چارچوب قانون باشه یا نه استفاده میشه و افغانستان در یک موقع اساس قرار داره و این مسئولیت هر افغان هست چی در داخل و چی در خارج که کار نکنن که سبب زیاد مشکلات و به خصوص عرج و مرج بین قوایی که همکار باشن برای پیشرفت افغانستان به وجود بیاید. با اساس این مسائل و باز مسائل دیگه فکر کردم که خوب است، فیصله کردم در آخر که در این دوره از کاندیدی امکانی صرف نظر کنم و در راه های دیگه